اصلی ترین بحث اینه که وقتی شهوت میاد وسط عقلانیت میاد. به خاطر همین جایی که عقلانیت محض قرب ازش انتظار داره اجازه جب شهوت رو بگی به هیچ وجه نمیده. به عنوان مثال من چند تا دانشگاه اینا تون تون براتون میخونم تا ببینید چیه. دانشگاه ایالتی آرکانزاس امریکا، استفاده از لباس‌های کوتاه، سوراخ‌دار، خمره‌ای و بدننما ممنوعه. دانشجو موظف موهای خودش رو تمیز کنه، مرتب سیبیلاشو کوتاه نگه‌داره. اینجا ماشاءالله سیگار سیبیل دارن تا بیخ گوش نه تو دانشگاه می‌بینیم. کوتاه به هیچ نوع سبک مو یا استفاده از زینت آلاتی که جلب توجه کنه مجاز نیست. کی اینو تشخیص میده؟ یه کمیته هست تو دانشگاه. میگه به تشخیص من تو داری جلب توجه می‌کنی. برو کنار. ببینید روش بهتون بگم. به هیچ وجه من الوجود شما اونجا نباید مدتون بر دانشجو بودنتون غالب بشه. یعنی اولین چیزی که از شما دیده میشه علم و عقلانیت شما باشه. بگن دانشجو خوبه، نگن اون پسر مدل فلانیه. فقط عقلانیت، ذره تشخیص بدن داری حواس پرت میکنی، برو پیکارت، برو خونتون عزیزم. تعهد میگیرن موقع دانشگاه. اینو اگه میخواید برید تو دانشگاه ها، چون دانشگاه دانشجو خارجی هم بعضن میگیرن، نوشتن شرایطشون رو، شرایط پوشششون رو خودتون برید بخونید. کلاتینو یک کتابی هم شده. حالا من اینا رو از اون کتاب استخراج نکردم و جای دیگر گرفتم. دانشگاه آکسفورد انگلستان، دانشجویان باید لباس مسبب دانشگاه را بپوشن و از پوشیدن لباس‌های باز و بدن نما و مدل‌های افراطی مو خودداری کنند. لباس زنان نباید پشت باز یا بدون آستین، تنگ و بالای زانو باشد. ضمناً بالا بردن خط ریش، گذاشتن ریش بزی و خالکوبی برای دانشجویان پسر غیر مجاز میباشد. دانشگاه گریلویل شمالی امریکا، استفاده از پیراهن و بلوزی که بخشی از شکم را نمایان می‌سازد. تاپ‌های تنگ، لباس از جنس حریر یا تور، جلیقه بدون پیراهن مجاز نیست. در این دانشگاه رنگ کردن مو، آرایش کردن، رنگ کردن مو ممنوعه. برای حتی پسرها. در این دانشگاه رنگ کردن مو، آرایش کردن و استفاده از زیورات و آلات غیر مجازه و به دلایل امنیتی استفاده از لباس و شلوارهای بگ هم مجاز نیست. چون گشاده میتونن چیزی توش قایم کنن ببرن بیارن، اونم مجاز نیست. از اون برم هست اینو ببین. در ترکیه هم همینه. مثلا در کالج برات میشه پوشش نباید باعث حواس پرتی اشخاص و مانع تمرکز آنها بر روی درس شود. یک کلام کل ماجرا رو گفته. اگه باعث حواس پرتی بشه، الان تو دانشگاه من خودم دارم میبینم دیگه. وای میستین جلو میبینین این وردار نگاه کنه، اون یکی اون وردار نگاه کنه. وای این حقیقتیه دیگه. دانشگاه مدیریت مهارشی، اینجا خیلی جالب، اینجا میخواد مدیر پرورش بده. ببین چه جوریه. هدف در دانشگاه مهارشی آن است که دانشجویان به شیوه مدیران و مدیران ارشد لباس بپوشند. از اول باید یاد بگیری اینه مدیر لباس بپوشی. دامن و پیراهن‌های زنانه باید حداقل تا زانو یا زیر زانو برسن و به حد کافی بلند باشن. لباس‌های بندی کوتاه و نیز پیراهن‌های رکابی مناسب نیست. موی دانشجو باید از یک رنگ متعارف و طبیعی برخوردار باشد. همچنین پوشیدن لباس‌های لی، شلوارک و پیراهن‌های بدون آستین مجاز نیست. ما واقعا اگه بخوایم مثلا شلوار لی رو تو دانشگاه راه ندیم، فکر کنم 70% آقایون برگردن از برخی دانشگاه. واقعا دیگه همینه. خب برای چی اینو بریم بپرسیم؟ خود غرب بپرسیم تو که همه چی اوپن کردی، چرا اجازه نمیدی؟ چه اتفاقی میفته مگر این شلوار لی داشته باشه؟ این شلوار لی چشه؟ بذار خودشو بپرسید. اینا والا بلا اینا جمهوری اسلامی نیستا، این آمریکاه، این انگلیسه، این ترکیه کشور بغلمون که لایکه. مثلا به این دانشجو میگه عزیزم این نوع پوشش تو برای محیط دانشجو مناسب نیست، فکر می‌کنی گیر سیاسی داری بهش میدی. آخه بعضیان به دلایل سیاسی برخورد کردن، خراب کردن کارو. اینش هم هست، این حقیقتی باید بگیم. اما خب این خیلی بده، این خطرناکه.